باورم نمیشه که بعد از 8 ماه با هم تماس گرفتی که بیام شونهاتو ماساژ بدم. یعنی 8 ماه گذشت؟ تو اصلا متوجه نیستی نه؟ تعجب کردم چطور از بین اون همه دختر بازم اومدی سراغ من. عزیزم، مگه قرارمون این نبود که فعلا فقط دستات کار کنه نه زبونت؟ تو این ساعت حتما یکی از خانمایی که ازشون وقت گرفتی زنگ میزنه. با یه دستت میتونی تلفن رو به هم بدی. عالیه. کیه؟ هیچ کس. بس دیگه ماساژ ندم؟ یه لحظه، باز دیگه چیه گلفام؟ تو فکر میکنی با من چی کار کردی ها؟ ها؟ اوه، الان اگه فوتم کنی منفجر میشه. نه بابا، آخه تو چرا اینقدر آدم بی خودی هستی؟ مگه تو کی هستی که منو تو این فکرهای عجیب و غریب غرق میکنی ها؟ تو از کجا پیدات شد ها؟ تو چی هستی؟ چی میدونی؟ چی میدونی تو؟ گلفام، پشت فرمان که نیستی ها؟ والا نمیدونم. حالا ببینیم چی کار میکنم. رانندگی میکنم، تصادف میکنم، معلوم نیست. اما هر بلایی که سرم بیاد مقصرش توی. دارم چیزایی میگم که تا حالا نگفتم. آه در ذهن، اون مامان مرحومتم هیچ وقت فراموش نمیکنم. من از ته دل از هر دوتون متنفرم. آره، شیر دلقه. گلفام، به من چه؟ کی بود؟ فقط دستات عزیزم، دستات. چی شده؟ با ماشین اومده بودی؟ آره؟ معذرت میخوام، یه کار مهم برام پیش اومده. به من یه ماساژ بده کاری. الو گلفام، تو کجایی؟ میگم چی چک، هیچکی در مورد لباس با من حرف نزد. تو چرا انقدر در مورد این مسئله پافشاری کردی دختر ها؟ وقتی دوست دختر سابقت به همسرت گفتی یعنی حتما به تو هم گفتی. عزیزم، من با همه صحبت کردم ولی هیچکی راجع به لباسای بال ماسکه من چیزی نگفت. ببین، سوء تفاهم نشه، ولی اگه همچین مهمونی نباشه تو با این لباسا یکم مسخره میشی. وای تانه، تو چقدر کسل کننده ای. چند بار بهت گفتم لباساتو عوض کن ولی زیر بار نرفتی. حالا میریم تو میبینیم کی اون تو مسخره میشه. تو با این لجبازیات منو دیوونه میکنی، دیوونه. یالا بریم عزیزم، دوست دختر قدیمی تو بیشتر از این منتظر نذاریم. باشه، هر چی شما بگی. خیلی خنده دار شده، این چرا اینجوری لباس پوشیده؟ تیبت، به نظرم حرف نزن، اصلا یک کلمه هم نگو. میدونی من چرا دارم باهات حرف میزنم؟ چون دلم میخواد هرچی تو دلمه حالا روت بالا بیارم، حتی اگه الان اینجا دمی دستم بودی. آقا متین، اون شیشه رو بردار بیار ببینم. ببین، میخواستم این شیشه رو که الان دستمه تو سرت، آره تو سرت، کرد و خاک شیر کنم. واقعا میکوبوندمش تو سرت اگه اینجا بودی. به نظرم بهتره وارد این موضوع نشیم.
بعد قیافت مسخره شده شیر دست. میشه این کلو ولش کن دختره، خواهش میکنم موهاتو خراب نمی کنم. گوش کن ببین چی میگم، بعد از اون جریان افتضاح آسانسور نمیتونستم جور دیگه ای بیام پیشت. ببخشید، هیچکی نبینه، هیچکی نبینه، هیچکی نبینه. اینو بپوش. بپوش دختره. دارم میبوشم، دارم میبوشم آیسا. تو کشی نون چرا قیم شدی؟ به خدا برامون رفت، تو مست نیستی، دیوونه ای دختر. بگیش کنار، میشه کلتو بذارم؟ ببین انسانیت کردم اومدم از اینجا ببرمت، اجازه بده حواسم به خودم هم باشه. اوه چه جدی، چه جدی. خیلی دلت کلا میخواد؟ آره تو هم هستی، تو هم هستی. تلفنم بردار. تو دیگه چه جور شوخی هستی؟ شوخی توه، نه من، اونم شوخی خرکی. بیا دیگه زود باش. کجا بریم؟ میریم دیبت. برو کیچک، بیا بریم. آخه این چه وضعشه عزیزم؟ کجا بریم؟ تازه اومدی؟ شوخیت گرفته، یه نگاه به سر و وضعت بنداز. آه نگاه کن، علت این سر و وضعم اومد. آخ کیچک جون، ما بعد از حرف زدن با تو نوع مهمونی رو عوض کردیم. منم کلن یادم رفت بهت خبر بدم. مسئله این نیست عزیزم، داره به هم خوش میگذره. عالیه، راستش خیلی هم خوب به نظر میای. یعنی آها، بذار حدس بزنم، یعنی خیلی خلاقم نه؟ مطمئنن. اما انگار تاتو یکم حوصله‌اش سر رفته. تاتو؟ پس به تانر میگفتی تاتو؟ خب اون تو رو چی صدا میکرد؟ اون بین خودمون بمونه، تانر رو بیشتر از این خجالت زده نکنی. البته بین خودتون بمونه. چیچک ببین، سرکان اینا داره ما رو صدا میزن، ببینیم پیششون بد میشه. نه عزیزم تو برو، من و سلین یکم با هم حرف میزنیم. اتفاقا منم داشتم میرفتم پیش سرکان اینا. تو اگه اینجا تنها بمونی از نگاه مردم که ناراحت نمیشی؟ میشی؟ نه نمیشم. یه اتفاق بود، فلش کن، به نگاه های مردم توجه نکن. برای همه ممکنه از این اتفاقا بیفته عزیزم. بیا ما دیگه بریم. واقعا خرابش کردی. هرچی باشه منم خواهر گلرو هم دیگه، انتقام گرفتن خوب بلدم. انتظار داشتم ازش انتقام بگیری، ولی فکر نمی کردم یه شیشه مشروب روش خالی کنی. چرا همچین فکری کردی؟ سلین لایق یه انتقام خلقانه بود. ببین من خیلی دوستت دارم. منم دوستت دارم. دست تو بده به دستم، میخوام باهات برقصم. دست تو بده به دستم، میخوام باهات برقصم. کی منو میبری تماشای مسابقه دیبت؟ و خونه من دارم اونجا آب میبینم، میشه یکم بخورم؟ بفرمایی قربان. ببینم خوبی؟ گلفام چی کار کردی؟ تو کردی، تو این کارو با من کردی، تو باعث شدی من به این روز بیافتم. وقتی داشتم سعی می کردم همه چیزو فراموش کنم، با اون سواله احمقانت سردرگمم کردی. حالا چون نمیتونی با این حال تنها بذاری، حتما انتظار داری بهت مدالم بدم. ها؟ ها؟ حالا من نمیدونم کی هستم. من خیلیم خوب میدونم کی هستم. من گلفام سپاهیم، خود گلفام سپاهی. مثل تو هم از این لقبای بی خودی علکی ندارم. خیلی هم خوب میدونم که کی هستم و از کجا اومدم و دنبال چیم. صدای منو میشنوی شیرشا؟ میشنوم. در ضمن خیلی خوبم تو رو درک میکنم گلفام. همه یه ترساتو، همه یه چیزایی که باشون درگیری،
و تمام اون علامت سوالایی که تو ذهن تو برای اینکه بتونی ردشون کنی داری به خودت کردن. نه خیرم آقا، تو هیچ کوفتی سرت نمیشه. نمیفهمی من اصلا علامت سوالی ندارم. اصلا تو چطور میتونی اینجور پرمدعا با من حرف بزنی ها؟ تو چی میتونی به من بدی؟ تو از کجا میتونی بفهمی؟ بعد از شنیدن اون دروغ چند شاور چه حسی پیدا کردم. هیچ کس بهتر از من نمیتونه درکت کنه گلفا. یعنی چی؟ یعنی این شب نیومده خونه؟ تلفن. صبح بخیر گلو، قد شد. چطور خوابم برد؟ ما دیشب خیلی دیر اومدیم. نزدیکای صبح بود. ساعت پنج و نیم. اون نخواست بیدارت کنه. چرا بیدارش کنم؟ نخواستم. منم گفتم گناه داره، تو پذیرایی نخوابه. تو اتاق که یه مبهست. آره هست، اونجا یکی هست. صبر کنین، میشه شما دوتا یکم آروم باشین لطفا؟ واقعا از ما چه اینجوری دست با چه شده؟ مسخره. واقعا مسخره است. خب من برم یه دوش بگیرم که به خودم بیام. مگه دیگه احمق تو چیته دختر؟ چیزه، یکم گیجی بعد خواب دیگه. بعدش هم من از دیشب تو رو ندیدم، دلم برات تنگ شده. به محض اینکه چشمو وا کردم تو رو دیدم دست پاچه شدم. چه مسخره است، خودمم نفهمیدم چی شد. منم نفهمیدم. چیزه، مطمئنن برات سوء تفاهم که نمیشه. چیو؟ چون سیفگیو تو رو با هم دیدم میگی؟ نه عزیزم، لباساتو عوض کن بیا صبونه که دارم از گشنگی میمیرم. پس منم برم به خواهرم یه سر بزنم. آه، اون مثل اینکه دیشب خونه نیومده. Thank you.
صبح بخیر. گیر افتادی. من خیلی معذرت میخوام، نمیخواستم بیدارت کنم. خب بهتره تو به کارت ادامه بدی. چیز من همین الان از اینجا میرم. حالا آلبوم منو چرا میبری؟ آلبوم خیلی عکسای قشنگی داره. عالی. تو پرورشگاه یادت نمیاد نه؟ مطمئن بودم صبح هیچی یادت نمیاد. تو پرورشگاه؟ آره، دیشب بچگیمو برات تعریف کردم. یادت میاد چرا تعریف کردم؟ خب یادت میاد ازم چی خواستی دیگه؟ سرم درد میکنه. آب میخوای؟ ببینم کسی از تو چیزی خواست؟ تو به جای آب دادن به من دهنتو ببند. اعصابمو به هم ریختی. دهنتو ببند. چراغارم روشن گذاشت. یادت میاد چا میخواستی اعصابمو خورد کنی؟ ازم خواستی بچگیمو برات تعریف کنم؟ باور کن الان اونقدر مستم که نمیتونم روان کاوید کنم. این واسه من نیست، واسه توه. این بچگی منه. پرورشگاه و منوری که دست منو گرفت. انگار الان دیگه دلم آب میخواد. ادامه بده. من یه بچه پرورشگاهیم، بدون مادر، بدون پدر، بدون اصل و نسب، که نمیدونه کیه، از کجا اومده، و اگه هست اولین اسمی که تو گوشم خوندن چیه. تنها چیزی که الان میدونم اینه که پرورشگاهیم. تو چی میفهمی گلفان؟ اسم تیبت یالچین خیلی هم واقعی تر از لقب شیرشاه نیست. امروز بهت فشار آوردم چون حسی که الان داری هیچ کس نمیتونه بهتر از یه بچه پرورشگاهی که هیچ خانواده ای نداری درک کنه. من باعث مستی تو نیستم گلفان. اون سوالی که وقتی برای اولین بار جریانو شنیدی مثل یه میخ تو مغزت فرو رفته، تو رو به این حال روز انداخته. و من میدونم، خیلی خوب میدونم، اون سوال تا زمانی که به یه جواب منفی یا مثبت نرسه دست از سرت بر نمیداره.
چطوری؟ از وقتی تونستم فکر کنم تنها سوالی که از خودم پرسیدم این بود: من کیم؟ از کدوم خانوادم؟ منو کی به دنیا آورده؟ چی شد که منو به دنیا آوردن و اینکه چرا ترکم کردن و رفتن؟ من از نقطه صفر به قله رسیدم گلفام، ولی این سوال هیچ وقت راحتم نذاشت. خب حالا راحتت گذاشت؟ الان موضوع من نیستم، اما سوال اینه: تو تا آخر عمرت میخوای با این سوال زندگی کنی؟ ولی من میدونم چی کار باید بکنم. من مست بودم، نمیدونستم چی دارم میگم. چی داری میگی؟ یعنی داری جا میزنی؟ آره، این دیوونگی. من تو این بازی دیوونگی وارد نمیشم، ننیستم. ببین، خیلی خیلی ازت ممنونم، واقعا خیلی ازت ممنونم. یه روز بشینیم با هم قهوه بخوریم، یه روز قهوه بخوریم. میخوام خاطرات پرورشگاه تو بشنوم، البته اگه بخوای تعریف کنی، و وقتی منم با یه حواس جمع و آروم. ولش کن. خب من روز بخیر، خیلی ممنونم. برات متاسفم گلفام، با فرو کردن سر تو برف ازش خلاص نمیشی، علامت سوالات بزرگتر میشن. شجاعانه، سنگین، یه تصمیم درست گلفام. فقط به خاطر راحت شدم. تمام اینا به خاطر اینه که بخوایم ثابت کنیم اینا هزیونای دم مرگ یه پیرزن بیچاره بوده. در عوض حقیقت رو میفهمی، از علامت سوالایی که انگار از جهنم میان خلاص میشی، از این کابوس. شاید ناراحت، شاید همونطور که باورداری خوشحال بیدار میشی، ولی حداقل حقیقت رو میفهمی و بیدار میشی. تصمیم درست. به من بگو چجوری باید انجامش بدم. بگو چجوری بدون اینکه کسی شک کنه استخونه بابامو از قبرش بیارم بیرون. بسپرش به من، من تو این کارا با تجربه هم. خیلی متشکرم. به سلامت. کم کم دارم از این کار استرس میگیرم. به نظرم لیست رو 150 نفر ببندیم. جشن با تعداد کم ولی با کیفیت. نمیدونم آخه مگه غیر از این تو باشا چی کار میکنی؟ نمیدونم. خوب با هم جور شدن. پس تو استخر رو تمیز کردی نه؟ تو چی گفتی؟ متوجه نشدم. گل رو ممکنه سفگی نسبت به جهان احساسی داشته باشه. ممکنه چی؟ وضعیت خوبی نیست. نمیدونم،
به نظرم مشکلی نیست. ای بابا عزیزم، منم نمیگم از حسادت بری موهای دختره رو بکنی. دختر با نمکیه، منم دوستش دارم. هرچی باشه همکاریمو داریم یه جا کار میکنیم. اگه اینجوری پیش بره میتونه در آینده مشکل بسازه. یعنی اگه سیفگی نسبت به جهان احساسی هم داشته باشه زود گذره. به نظرم نمیاد خطرناک باشه. آره درسته، اما خیلی دارن با هم وقت میگذرونن. چی بگم، خب دل دیگه. شما قراره تو آینده یه خانواده بشین. به نظرم باید قبل از اینکه اتفاقی بیافته پیشگیری کرد. این همه نرخ زدی اما رنگ راه رو خوب در اومد، مگه نه پتومت؟ پتومت؟ بعد از ماجرای زایه امروز صبح این لقبو به خودمون دادم. جدا بد شد، نمیدونم چرا صبح اونجوری بودی. وای دیگه نگو، اون دست با چکی با اون ادعای مسخره، انگار کار اشتباهی کردیم. چه ربطی داشت خب؟ والا من بی تقصیرم، کلان از خواب پا میشم حسابی گیج میزنم. دقیقا منم مثل تو هم همون گیجی بعد از خواب بود، قصد بدی هم نداشتیم. اما گلو ناراحت نشد، یعنی حسودی نکرد، مگه نه؟ حسودی نمی کنم، هیچ وقت نسبت به من حسودی نمی کنم. سه هفته بعد. اگه نصف خوشی سونا ماساژ بخار باشه، نصف دیگه‌ش هم مال گپ زدن و لذت بردن از اون گلفم. اما دهنمون بسته است، من که هیچی از این سونا نفهمیدم. یعنی اینجا میخوای غذا بخوری جوجو؟ بهترین چیزی که دوستش دارین چیه؟ غیبت سرکار خانم زیبا، غیبت. دیگه چیزی برای گفتن ندارم. معلومه چند هفته است آفتابی نشدی، بایدم چیزی برای گفتن نداشته باشی. ولی من دارم، اگه همه بخوابن پرندهای خبرچین جوجو نمیخوابه. خب بگو گوش میدم. میبینم که از هوا داره بوی آتش بس میاد گلفم جونم. تو چی داری میگی؟ گلفم تو کیو سیا میکنی؟ من میدونم تو با اون یارو یواشه که قرار مدن میذاری. ساکت شو. آها، انکار نمیکنی، عالی. جوجو چی؟ تو بدون اطلاع من چه بازیای در میاری؟ ملکه شیطون بلا، زود باش بگو میشنوه. جوجو اونجوری که فکر میکنی نیست، به وگا هیچ ربطی نداره. یعنی چی به وگا ربطی نداره؟ یه کار شخصیه، شخصی. آخ فشارم رفت بالا، میخوای تعریف کنی یا نه؟ یعنی چی شرن نگو؟ کاری یا شخصیه؟ کاری یا شخصیه؟ گلفم کاری یا شخصیه؟ جونید حالا من کنجکاوی کردم باز برات شدم جونید؟ باش
من میگم باشه، اما تو بفهم که برات متاسفم گلفم جون. جوجو برو بابا تو هم. جوجو جوجو الان فقط همینو کم داشتم. سه هفته از هیچ خبری نیست. چرا؟ امروز فردا پیداشون میشه. وقتی به هم زنگ زدن گفتم نتیجه آماده است، فورا به دستت میرسونم. دقیقا همون جوری که قرار گذاشتیم. آروم باش. یه آزمایشگاه که نمیدونم اسمش چیه و آدرسش کجاست. آدمایی که نصف شب نفش قبر میکنن، میبینی منو وادار به چه کارایی کردی ها؟ آروم باش. من قبلا هم با اون آدما کار کردم. کار کردی؟ به من اعتماد کن. پیدا کردی؟ ببخشید؟ یعنی حالا که با این آدم ها کار کردی آخرش پدر و مادرتو پیدا کردی؟ گلفم دنبال داستان تو هستیم. تو متوجه هستی که من عجیب ترین و حساس ترین بحرانمو با تو در میون گذاشتم؟ فکر کنم لازم نیست بهت بگم از اینکه حساس ترین بحران تو با من در میون گذاشتی چقدر شانس آوردی. این دیگه چه جور افاده ای ها؟ غرور من جلوی افاده ای تو هم کم میاره. داری فرار میکنی؟ یا اینجا یکی هست که از ترس سرشو تو برف فرو کرده؟ گلفام به نظرم در مورد این که ترسو کیه بعد از گرفتن نتیجه آزمایش صحبت کنیم. حاله عالیه. بله دیگه، مگه میشه گل سرسبدمونو دعوت نکرد؟ دیگه دارم دیوونه میشم. گلو یه چیزی بگو یا حولم بده یه جلومو بگیر. دویگو تو خودت گفتی همه رو دعوت کنیم. این زنم هرچی باشه مدیرشه دیگه، معلومه که دعوتش میکنه. وای آقای یالچین. آره اون حتما باشه. ممکنه مرد جز به گروه تبلیغاتیش باشه، اما اون یارو امکان نداره پاشو بذاره اینجا. حالا میبینیم عزیزم. اون دعوت نامه رو بده به من، خودم حضوری دعوتش میکنم. ببینیم چی میشه. گوش میدم، بفرمایین. آقا تیبت، نتیجه آزمایش آماده است. امروز به هر آدرسی که بخواییم کاملا محرمانه تحویل داده میشه. باشه ممنونم، الان آدرس رو براتون میفرستم. منتظرم. باشه حتما. حالا خواهیم دید ملکه یخو، برفتون یا سفتر میشه یا اینکه زوب میشه. ببخشید. امید معذرت میخوام، یادم رفته بود امروز قرار داریم. متوجه شدم. مثل اینکه این اواخر سرت خیلی شلوغه. آی گفتی. خوب خوبی؟ آره خوبم خوبم. تو چه خبر، چطوری؟ گلفم نکنه داری شوخی میکنی. من چه خبری داشته باشم؟ من به خاطر سلامتی اون بچه سعی میکنم اصلا دوربر گل رو پیدام نشه. تنها کسی که میتونم ازش خبری بگیرم تویی. حق با توه، کاملا درسته. حاملگی بدون مشکل داره پیش میره. شاید از دور دیده باشیش، شکمش دیگه بالا اومد. هفته 25مه، 15 هفته مونده تا به دنیا بیاد. تحت تأثیر قرار گرفتم. گلفام من دارم روزا و هفته ها رو میشمارم. تو هم بودی این کارو میکردی، اما الان دارم میبینم که انگار از فکر عمه شدن خوشت اومده. مسخره نشو. تا حالا اینقدر دلم نخواسته بود تا از شر این دختر و بچهش خلاص بشم.
سلام گلرو، متاسفانه در مورد نامه چیزی ندارم که بهت بگم. در نتیجه خدافظ گلرو. آدم جالبی هستی. جالب و مشغول. ببین واقعا سرم خیلی شلوغه. دو دقیقه از وقتتون رو بهم بدی. شما دوتا خواهر اصلا کوتا نمیای نه؟ خواهرم کاری کرده که شما ناراحت شدی؟ آره یه پیراهنو که بهش گفته بودم نشور بازم شسته، مثل خودتو لجوجه. به هر حال بگذاریم گلرو، 5 دقیقه وقت داری هر چی میخوای بهم بگی. خیلی لطف داری. پس من فوری میرم سر اصل مطلب. اول اینکه این دعوتنامه به مناسبت افتتاح سالن ورزشی مشترک جهان و مرده. به مدعوینمون هم 1 ماه دوره آزمایشی رایگان میدی. حتما 4.5 دقیقه بعدی رو میخوای منو قانع کنی که به عضویت 1 ساله سالن در بیام. آره؟ در واقع به یه مدت انقدر طولانی فکر نکرده بودم. در اصل 4.5 دقیقه بقیه رو شما رو در یه مورد کمکتون میکردم، یعنی از شما یه کمکی میخواستم. یه لحظه صبر کنین. اینهاش در مورد اینا، من اینا رو یواشکی طراحی کردم برای سالن ورزشی. اگه یادتون باشه بهتون گفته بودم خیلی وقت قلم دست نگرفتم. اولش یکم سخت بود داره، ولی وقتی شروع کردم ادامهش خوب بود. خب الان من در اصل اینا رو برای تبلیغات سالن ورزشی طراحی کردم، یعنی برای هدیه دادن به عضوها. اینا رو من خودم میتونم بدوزم، اما به پارچه احتیاج دارم و پارچه، خب یعنی اینطوری بگم که میدونین، شاید چون من فامیلیم سپاهیه به نظرتون یکم عجیب بیاد، ولی من برای خرید پارچه پول ندارم. ممکنه پیش خودتون بپرسین که چرا از جهان پول نمیگیرم، اما من میخوام این هدیه براش سورپرایز باشه. در ضمن من نمیخوام از جهان پول بگیرم، چون که نمیخوام دیگه. اینا رو خودت طراحی کردی؟ یعنی اینجوری دارین ازم تعریف میکنی؟ تو از من چی میخواستی؟ پارچه. البته بلاعوض نمیخوام. من با خواهرم صحبت کردم، اونم قبول کرد که 1 ماه رایگان براتون کار کنم، منم به اون بدهکار میشم. یعنی میخوای خودت اینا رو بدوزیشون؟ آره؟ فکر میکنم بتونم بدوزم. با بچه کار سختیه. تو فردا برو به این آدرس که اینجاست، پارچه ها رو انتخاب کن و همونجا بده بدوزن. سلامم برسون. خیلی خیلی ممنونم، ولی من واقعا فقط با پارچه. فکر کنم 5 دقیقه دیگه تموم شد. باشه، واقعا ممنونم. خیلی خوب بوسم ازتون ممنونم. خواهش میکنم گلرو، به طراحی ادامه بده. امروز با دکترش حرف زدم، وضعیت بچه کاملا طبیعیه. خوبه، خیلی خوبه. بله. همین الان یه آدرس سرراست بده، تا 15 دقیقه دیگه همونجا باش. نتیجه آزمایش داره میاد. باشه حتما الان برات میفرستم. خیلی ممنونم. چی شده گلفام؟ معذرت میخوام امید، من حتما باید برم. اتفاق بدی افتاده؟ نه من بعدم بهت زنگ میزنم. دقیقه دیگه تموم میشه. تو دختر انور سپاهی هستی. بله آقا تیبت بهتون سلام رسون، گفت شما میتونین بهم کمک کنین.
پارچه‌ای بدون طرح میخوام. باشه، عالیه. پس باید فردا ساعت 1 اونجا باشم. واقعا ممنونم، مرسی. بفرمایی. شما گلفام سپاهی هستی؟ نه، من گلرو سپاهی. ماشین گلفام جلوی در نیست، فکر کنم خونه نباشه. بدینش به من. نه، حتما باید به خودشون تحویل بدم. نامه اداریه؟ اطلاعی ندارم. چی شده؟ چه خبره؟ آروم باش گلفام، چیزی نشده. گلفام سپاهی شما هستین؟ بله. کارشناسی لطفا. اینجا رو امضا کنیم. کارشناسیت. روز بخیر. باز چه کاسی زیر میم کازده؟ الان تو دستمه. کم مونده بود گررو تحویلش بگیره. بفرما، میدونستم کاسه ای زیر نیم کاسشه. سر وقت بهش رسیدم. ببین، این تست دی ان ای رو تو گذاشتی تو کاسم، برای همینم باید الان کلافگیامو تحمل کنی. تست دی ان ای واسه چی؟ وقتی بچه تو شکممه که نمیتونی تست بگیری. خیلی عجیب بهم نگاه میکرد. نکنه بهم شک کردی ها؟ دارم مزخرف میگم. وقتش رسیده از این دیوونه بازی خلاص بشم. ازت ممنونم. دیگه قطع میکنم. چه تستی ها؟ چه تستی ها؟ الان که نمیتونه. وایسا گل رو، آروم باش. خیلی خوب باش. بچه توی شکمه منه، چطور میتونن تست بگیرن؟ نمیتونن. نمیتونن تست بگیرن. تمومش کن. دیگه این موضوع تمومش کن. بر اساس آزمایش انجام شده، ارتباط نمونه انبار سپاهی و گلفام سپاهی 0% می باشد. شما دارین چی کار میکنی؟ با امید در مورد چی حرف میزدی؟ گفتم با امید در مورد چی حرف میزدی؟ گلفام، با زدن خودت به موش مردگی نمیتونی قصر در بری. وایسا ببینم اونتا صدوتو شنیدن نمیتونی راحت فرار کنی. گلفام نه، گلرو، گلرو وایسا، چی شده؟ چی شده؟ آمی بچه‌مون نره. نه
آروم باش، نمیره. آروم باش، من پیشتم کنم. نمیتونه بره. آروم باش، هیچی نمیشه. آروم باش، هیچی نمیشه. کن تو رو خدا این اتفاق نیفتاده باشه. چه روی پاشدی اومدی اینجا؟ گم شد تا این بیمارستان رو سرت خراب نشد. قنچه رو اینجا لبون وایستدی زنی که؟ نکن قنچه وایستدی. میدونم تو خواهرم هل دادی، تو قاتل بچه ای. جیچاک بلم کن، باید بکشمش. بلم کن، بلم کن. قنچه حرف نزید. آروم باش، خیلی خوب آروم باش. به من نگاه کن، تو این کارو کردی؟ تو این کارو کردی؟ آبجی کردی یا نه؟ من این کارو نکردم. Thank you.
بهت قول میدم ما از پس اینم برمیاییم. بهت قول میدم گل رو. خب چرا آوردیمش اینجا؟ پس کجا میبردیمش؟ خونه شما؟ خونه سرایداری یا خونه قنچه اینا؟ بردارم ببرمش به شوهرشم بگم. آره صبر کن، حالا وایستا بذاری کم به خودش بیاد، شاید نه اینجا بمونه نه سرای داری. یالا یالا شما هم پاشین برین خونه هاتون. یالا تا آبجیم حالش جا نیمده من جایی نمیرم. دخترم مگه نشنیدی دکتر چی گفت؟ تا صبح تو حالت خواب و بیداری سر میکنه، بعدم به هوش میاد. ولی گاهی چشاشو باز میکنه. یالا میگم یالا پاشین دیگه. ای بابا از این قیافه های غمگینتون دلم خون شد به خدا. انگار تو با ما فرق داری ای بابا. قنچه تو رو خدا آبجی خستم نکنین دیگه. آبجی پس بهمون خبر داده باشه. باشه به سلامت. هرچقدر دلم آتیش بگیره پیش احساسی که تو الان داری هیچه. ولی من پیشتم، با تمام وجود پیشتم، تا درد تو با هم تقسیم کنیم. بهت قول میدم تا وقتی که تو اجازه بدی من اینجا کنارتم گل رو. گل رو یه چیزی بگو عزیز دلم. التماست میکنم یه چیزی بگو. خواهرت کرد. گل رو خواهرت کرد. خواهرت کرد. گل رو خواهرت کرد. گل رو خواهرت کرد. خواهرت کرد. گل رو گل رو گل رو یه لحظه گوش کن. وایسا گل رو این در رو باز کن. یه لحظه گوش کن. کاری نکرده. من باش حرف زدم. آروم باش. اون هیچ کاری نکرده. با امیدم حرف نزده. گوشیشو نشونم داد. توش هیچی نیست. به خدا هیچی نیست. اون کاری نکرده. باور کن اون کاری نکرده. من چک کردم گوشیشو. عزیز دل داره دروغ میگه. داره دروغ میگه. عزیزم گل رو خدا تو رو خدا گل رو نکن. گل رو 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 بهت میگم گوش کن. نمیدونم چی فکر میکنی ولی داری اشتباه میکنی. گل رو آبجین با تو کاری نکرده عزیزم. باور کن کاری نکرده. اونم دست کم به اندازه ما ناراحته عزیزم. اون خیلی ناراحته. اون کاری نکرده. اون قاتل. نکن نکن گل رو عزیزم. واسه نکن نکن گل رو نکن. چند تا عزیزم آزم گرفتی؟ چند تا میشون بود؟
چندومیه چندومیه خدای خودت بهم صبر و تحمل بده. چی کار کنم؟ چجوری بهش کمک کنم؟ چجوری سرپا نگهش دارم؟ نمیدونم چی بهترش میکنه. ببین قلبتو دیر یا زود همه زخما رو خوب میکنه جهان، فهمیدی؟ من یه سر به آبجین بزنم. رفته، زنده است، جون داره. این خطا، این ریزکاری ها. تو دیگه کی هستی گل رو سپایی؟ گلفام، تو چت شده؟ حالت خوبه؟ بیا بیا تو. گلفام چی شده؟ یه چیزی بگو. تو چی؟ من چون گل رو سخت کرده این حالو داری؟ خبر خوندم، واقعا ناراحت کننده است. مخصوصا واسه گل رو خیلی ناراحت شدم. اما تو دیگه چرا اینقدر ناراحت شدی؟ من دختر بابام نیستم. به نظر نمیاد بچه مشکلی داشته باشه. 12 سانتی متر و 140 گرم. باور کردنی نیست، واقعا باور کردنی نیست.
میکنم بچه‌مون رو نجات بده. التماست میکنم امید بچه‌مون رو نجات بده. نره بچه‌مون نره، التماست میکنم. من دیشته گل رو گل رو، تو اونجایی؟ گل رو؟ این دختر کجاست؟ باید خیلی قوی باشم به خاطر اون و به خاطر هر دومون، باید خیلی قوی باشم. جهان تو خیلی قوی هستی، صاحب قوی ترین قلبی هستی که میشناسم و این قلب تو که داره واسه گل رو میتپه زخمای قلب اونم خوب میکنه. آره شاید الان نشه ولی بالاخره خوب میکنه. کجاست؟ چی شده؟ گل رو نیست. نگران نشین، حتما دستشوییه. همه جا رو گشتم، آشپزخونه رو نگاه کردم، میگم نیست. من برم طرف خودمونو ببینم. گلرو به من چیزی نمیگه ولی دکتر دوست توی تو حتما خبردار شدی. من میخواستم سورپرایز باشه واسه همون، اصلا نخواستم بدونم چیه ولی میخواستم اگه دختر شد اسم مامانم و اگه پسر شد اسم بابا ما رو بچم بذارم. امید خواهش میکنم بگو ملک بود یا ساله. دخترم قرار بود دختر بشه. از کجاست؟ این کجاست؟ تو پیداش کردی؟ همه جا رو گشتم نبود. این دختر کجا میتونه رفته باشه؟ میرم ماشین رو بردارم. بریم محله شما رو بگردیم. میریم قبرستون، میریم قبرستون. ببین به محض اینکه گور اومد اونجا بهم خبر میدی، فهمیدی؟ خداحافظ. بیا. خداحافظ. چی شد؟ چو چی کار کردیم؟ با جناب. الو گور کجاست؟ همون جایی که همیشه میخواست باشه. کجا؟ نمیدونم چی بگم گور رو.
برات یه عالمه حرف واسه گفتن دارم، ولی نمیدونم از کجا شروع کنم. دیگه نهایه گفتن ندارم. دلم داره آتیش میگیره، یه جای خالی های تو قلبمه، یه جای خالی بزرگ مونده، خالی خالی. گلرو اینو بدون، یه خواهش میکنم بدون. هیچ وقت هیچ وقت سعی نکن از این حالش سوء استفاده کنی گلرو. هیچ وقت با این اشکای تمساح نمیتونی گولش بزنی. خودش جزو تو بده. ببخش منو، ببخش. جهان، جهان یه چیزی بگو. اینجوری نکن، تو خودت نریز. تو دیوونه شدی دختر، تو حالت خوب نیست. دارم با تو حرف میزنم، جوابمو بده. تا یه لحظه ازت غافل میشم تو بغل اون مرد پیدات میکنم. شوهرت اینجا دیوونه شده، همه جا دنبال تو میگشت، بعد نگاه میکنه میبینه تو بغل اون مرده ای. دختر از درد بود، لحظه ای بود. وای دختر چی میگی، به زور ازش جدات کردم. از ناراحتی آبجی، از قصه‌مونه. قصه‌شون. اون مرد اصلا میفهمه قصه چیه؟ اون مرد قصه حالیشه؟ اون اصلا چه میدونه داغ خواهرزاده چی هست؟ آره خوب، لابد قرصا تو رو اینجوری کرده گل رو. معلومه نمیتونی درست فکر کنی، مطمئنم الان نمیدونی داری چی کار میکنی. اما از تو عصبانی نیستم، از دست اون مرده که بی عقل عصبانیم. منو تنها بذار. چی؟ با اون مرد تونستی درداتو شریک شی، با من نه؟ با خواهرت نمیتونی حرف بزنی؟ گل رو با تو حرف میزنم، یه چیزی بگو. آخه تو داری چی کار میکنی؟ من دارم درد میکشم. من توی اتاق پر از خبرنگار فهمیدم که ماما مادرم مادر خود من نیست. برادرم میخواست خودش رو دار بزنه، این بس نبود جلوی چشمام تو مغزش یه گلوله خالی کرد. من این مدت خیلی تجربه های تلخی داشتم، اما اینی که امروز تجربه کردم این یه چیز دیگه بود. نمیدونم چی باید بگم گلفام. همه ی اینایی که گفتی، روشن شدن این واقعیت ها، سخت گل رو و مقصر دونستن تو، حتی شنیدنش هم واسم سنگین بود. نه یه اشتباهی شده، باید اشتباه شده باشه. من اون قبر رو دوباره نفش میکنم. من دوباره نفش قبر میکنم تا زمانی که خلافش ثابت بشه. چندین بار تکرار میکنم، بازش میکنم. نه اطمان، یه اشتباهی شده، یه خطایی پیش اومده، خطایی در کاره. ببین اگه بازم میخوای نفش قبر کنی، خب این دفعه اون یکیو بکن. نمیشه، نمیشه. من
من نمیتونم دختر اون مرد باشم. این از مسخره ترین چیزایی که تا حالا شنیدم. من مسخره تری از غیر ممکن ترین چیزام غیر ممکن تری. من نمیتونم دختر اون مرد باشم. من اصلا نمیتونم خواهر اون آدما اون دختر باشم. اونا هیچ وقت نمیتونن خواهر من باشن. نه من گلفام آروم باش، حمله عصبی بهت دست داده. نه مثل این که نمیتونم منظورمو بهت برسونم. من نمیتونم دختر اون مرد باشم. من نمیتونم دختر اون باغمون باشم. من میگم نمیتونم دختر اون باشم. گلفام چه کار کردی؟ شیشه رگتو برید. مرا مهم نیست. آروم مهم نیست. دستتو بده به من. نکنه میخوای به خاطر این موضوع مسخره بمیری. پاشو بیا. بیا بگیر. من حالا میخوای چی کار کنی؟ داداشت تو رو محکوم به کشتن برادرزادت کرده و ظاهراً تو نمیخوای به چیزی جز صد بار نبش کردن اون قبر فکر کنی. میشه تمومش کنی. از اینکه توی یه لحظه حساس برات درد دل کردم پشیمونم نکن. گلفام با من نه، حداقل با خودت صادق باش. یعنی هنوزم فکر میکنی مامان منور دروغ میگه؟ هنوزم به این واقعیت شک داری؟ از امروز به بعد ندارم. بابت قهوه ممنون. گلفام بی خیال، تلخ ترین واقعیت از شیرین ترین دروغ بهتره. چی شده؟ صبح بخیر آقا تیبت، یکم بد موقع مزاحم شدم، ببخشید. شب طولانی داشتم، اگه میشه زود بگو لطفاً. آژانس میخواد بدونه با کدوم طراح مد میخواین کار کنید. اصرار دارن که واسه موضوع مفهوم لازمه. آقا تیبت، شما اونجایی؟ آره، گفتی آژانس PRG؟ بله درسته، گفتن که واسه تدارکاتشون لازمه زودتر بدونه. باید چند روز دیگه به این فرصت بدن. چند روز دیگه.
ببین تو رو خدا رومم پوشونده. وای صبح بخیر. صبح بخیر. چی شد خوبی؟ خوبم. باش تو دیگه چه جور آدمی هستی؟ چطور؟ چه میدونم، یالا برو بالا، هنوز خیلی زوده. نه بیدار شدم دیگه. گلو چی؟ نمیدونم. بهش سر نمیزنی؟ خب ما باید با هم حرف بزنیم، ولی صبح بخیر گل رو. بیدار شدی؟ من بگم واسه چیزایی درست کنن. سفگی میشه یکم تنهامون بذاری؟ حتما. اینجا خوابیدی؟ همینجوری شد. دیشب همه این قصه با این قرصا، همه چی، من دیشب تو حال خودم نبودم. حتی یادم نیست چجوری رفتم بیرون. حتی دمپاییم پام نکرده بودم. دیدم. امیدم دیدی؟ ببین مجبور نیستیم راجبش حرف بزنیم. به نظرم نباید چیزی حقا بندازیم، باید حرف بزنیم. هم من دیشب تو حال خودم نبودم. الان باورم نمیشه چی کار کردم، ولی یه لحظه انگار درد هر دومونو با هم یکی کرده بود. بالاخره جفتتون یه تیکه وجودتون از دست دادین. واسه من بچم یه تیکه از منو تو بود، ولی اونو بغل کردین، نه منو. گل رو حق با توه. نمیدونم چرا، نمیدونم چجوری، ولی اونو بغل کردم. من واقعا نمیخوام راجبش صحبت کنم. منم دیگه نمیخوام تو فرار کنی. باشه، خب حق داری، فرار در کار نیست. اگه دیگه این رابطه واسه تو معنی نداره، میتونیم از هم جداشیم گل رو. تانر زود باش، دختره باید یه لقمه غذا بخوره. زود باشش. اصلا اشتباه ندارم. نمیشه که. نه دیشبم هیچی نخوردی. زود باش زود باش. حالا روز گل رو از جلو چشام نمیره. سر آبجی مسعوده این درد رو چندین بار کشیدیم، ولی نمیدونستم با گل رو هم تجربه میکنیم. اوائل واسه این که ازم قایم کرده خیلی عصبانی شدم، اما وقتی اون شور و هیجان رو تو چشاش دیدم، حالی که موقعی نشون دادن سونوگرافی داشت، شاید خواهرم بدترین دوران بارداری رو داشت. ولی همه اون دردی که تحمل کرد بی خودی بود. این واقعا خیلی تلخه. یعنی بعد از اون همه رنج و سختی، لیاقت نداشت که آخرش به بچهش برسه. امید، ای خدا، اونم داغون شده. دیشب تا صبح تو حیاط میچرخید، الانم معلوم نیست داره کجا میره. تو به خاطر بچه به من بله گفتی، الان که دیگه بچه نیست. نه ترس، همه چی از اول شروع نمی کنیم. مثل گذشته هم رفتار نمی کنیم گل رو. هر وقت که تو دلت بخواد، من واسه جدا شدن حاضرم گل رو.
نمیخوای چیزی بگی؟ میخوای چی کار کنی گل رو؟ من میخوام چند روز از اینجا دور شم، خودم تنهایی، فقط چند روز میرم. حداقل خواهر تو. نه، میخوام تنهایی تنها باشم. وقتی برگشتم درباره همه چی صحبت میکنی، اینکه باید چی کار کنی. گل رو نمیخوام تنهایی بری. جهان به این احتیاج دارم. کجا میخوای بری؟ نمیدونم، جای خیلی دور نه، ولی باید جای آرومی باشه، جایی که بتونم صدای درونم رو بشنوم. گوشیمو خاموش میکنم ولی بی خبر نمیذارم. ایت بهت خبر میدم که کجا، هر روز بهت زنگ میزنم. همین الان میری؟ همین الان، تا گیر خواهرم یا کس دیگه اینه افتادم. تاکسی رو خبر کرده بودم. نمیخوام بیایی واسه بدرقم، من دیگه سری برم. به خاطر خواهرمه؟ به من نگاه کن، واقعا فکر میکنی که عمدن حلت داده باشه؟ برگشتم در مورد شرف میزنیم. خب گل رو، به خاطر خواهرم. جهان، خواهش میکنم، خانم کجا تشریف میبرین؟ خانم کجا برین؟ چیزی بریم ترمینال. چی کار داری میکنی گل رو؟ کجا میری؟ خیلی خوبی کردی. خب باید به روش کنار اومدن با غمش احترام گذاش. اگه کوچکترین امیدی به نگه داشتنش داشتم جلوشو میگرفتم، ولی نداشتم. بذار نفس بکشه، اگه اینجا میموند براش خوب نبود. اینجا براش هیچ وقت خوب نبوده، بهترم نمیشه. اگه برگردم دیگه اینجا نمیاد. یعنی چی؟ شما دارین از هم جدا میشین؟ ببینم دستت چی شده. یه اتفاق کوچیک، مهم نیست، فقط چند تا بخیه خورد تموم شد رفت. دیشب کجا بودی آبجی؟ خونه یکی از دوستان، نیاز داشتم یکم هوام عوض شه. گرو چطوره؟ رفت، اونم احتیاج داشت حال هواش عوض بشه، به دور شدن از اینجا احتیاج داشت، خودش تنها. تو چطوری؟ خستم، اونقدر که نای حرف زدن ندارم. فکر کنم منم باید حال هوایی عوض کنم.
ما چی کار کنیم؟ کار داریم مگه نه؟ به کارمون برسیم. من لباسم عوض میکنم. اون تو حال خوابیده بود، یعنی واقعا خسته است. دیشب خیلی سخت بود، حالا هم که رفتن گل رو پیش اومد واقعا خسته شده، هم از لحاظ جسمی هم روحی. یعنی ربطی به شما نداره، شما رو باور داره، یعنی شما رو تو قضیه سخت مقصر نمیدونه، باور کنی. مراقبش باش، نظر خودشو خسته کنه.